بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 14 سپتامبر 2022 میلادی برابر است با 23 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. رئیس دفتر ابراهیم رئیسی از قصد او برای رفتن به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رمز رسیدن به نقطه مطلوب توافق برجام داشتن واقع بینی و اراده لازم از طرف آمریکاست. گمان زنی ها درباره سلامتی رهبر جمهوری اسلامی بعد از پخش نشدن تصاویر دیداری که گفته می شود وی اخیراً با جمعی از ورزشکاران داشته بالا گرفته است. دادگاه انقلاب علاوه بر زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو عضو جامعه رنگین کمانی، دو تن دیگر را هم در این پرونده با اتهامات مشابه محکوم به اعدام کرده است. عکس فردی به نام رضا سالاربند که گفته می شود رئیس یک تیم هکری وابسته به سپاه پاسداران ایران است توسط یک اکانت توییتری افشا شد. در حالی که سکوت هنرمندان ایرانی حاضر در جشنواره سینمایی ونیز درباره همکاران دربندشان در ایران انتقادهای شدیدی را برانگیخته، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از این سکوت تمجید کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که بازگشت متقابل به برجام امنیت ملی ایالات متحده را تامین کند، دولت بایدن احیای توافق 7 سال پیش را پیگیری خواهد کرد. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم امروز در لندن برگزار شد. در روزهای اخیر به دنبال درگذشت ملکه الیزابت دوم و آغاز پادشاهی چارلز سوم، چندین تن در بریتانیا به دلیل اعتراضات بازداشت شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید تقریبا مطمئن است که روسیه از ایران و کره شمالی سلاح میگیرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز چهارشنبه از افزایش تعداد سربازان کشته شده این کشور به 105 تن خبر داد. برای دومین بار در یک ماه گذشته گروهی از سپردگزاران لبنانی که دست کم یکی از آنها زن مسلحی بوده در یکی از بانک‌های مرکز بیروت اقدام به گروگانگیری کردند. ارنه پاپاس، بانوی نقش‌آفرین سینمای یونان و بازیگر نقش هند جگرخوار درگذشت. و اسکلت فسیل شده یک دایناسور 150 میلیون ساله ماه آینده در پاریس به حراج گذاشته خواهد شد. بینندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان خواهم بود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. رئیس دفتر ابراهیم رئیسی از قصد او برای رفتن به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، غلام حسین اسماعیلی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه 23 شهریور هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران گفته است که مقدمات سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک انجام شده است. رئیس دفتر ابراهیم رئیسی درباره شایعه برخی رسانه‌های ایرانی مبنی بر صادر نشدن ویزا برای رئیس دولت جمهوری اسلامی جهت حضور در شهر نیویورک آمریکا گفت جزئیات مربوط به سازمان ملل بعد از سفر ازبکستان او اعلام خواهد شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران 15 شهریور ماه از رئیس دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که به نیویورک نرود. این رسانه نوشته بود رئیس جمهوری ایران هرقدر خود را بی‌نیازتر از این گونه سفرها نشان بدهد، غیبت او در مجمع عمومی سازمان ملل محسوس‌تر و برای تبدیل شدن به یک پروپاگاندای رسانه‌ای و سیاسی مناسب‌تر است. پیشتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، 11 مرداد اظهار داشته بود که برنامه‌ریزی‌های مقدماتی برای حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد انجام شده است.
ابراهیم رئیسی سال گذشته بنا به آنچه محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا اعلام شده بود، در 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور نیافت و سخنرانی خود را از طریق پیام ضبط شده ویدیویی انجام داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای یمنی خود بعد البوسعیدی گفت صدور بیانیه غیر سازنده در نشست وین هیچ ثمری ندارد. به همچنین گفت در حال حاضر رمز رسیدن به نقطه مطلوب توافق داشتن واقع بینی و اراده لازم از طرف آمریکاست. همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیای توافق پیشین هنوز از دید ما ممکن و قابل دستیابی است ادعا کرد اصرار آمریکایی ها برای حفظ فشار علیه ایران و ملاحظاتشان در داخل کشور و حتی تأثیر این توافق بر روابطشان با کشورهای دیگر به چالشی برای آنها تبدیل شده است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی تاکید کرد که بدون توافق در مسائل پادمانی نمیتوان انتظار داشت که یک توافق پایدار شکل بگیرد. به همچنین گفت که دولت ایران برای بازگشت به تعهدات پیشین و اجرای آنها به همسان سازی با قانون اقدام راهبردی و مجوز مجلس نیاز دارد، چرا که این قانون غنی‌سازی 20% را الزامی کرده، در حالی که در صورت بازگشت به برجام سقف غنی‌سازی 3.67% است. دولت جو بایدن میگوید تنها دلیلی که میتواند باعث شکست مذاکرات شود نخواستن یا نتوانستن ایران به تبعیت دوباره دو طرف از برجام است. گمان زنی ها درباره سلامتی رهبر جمهوری اسلامی بعد از لغو دیدارش با اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین پخش نشدن تصاویر دیداری که گفته می شود به اخیراً با جمعی از ورزشکاران داشته بالا گرفته است. خبرگزاری ایرنا خبر روز گذشته خود از قول فرماندار گرگان را که گفته بود گروهی از بسیجیان این شهر با خامنه‌ای دیدار می کنند از روی خروجی خود حذف کرد. سه روز پیش هاشم هاشمزاده حریسی نماینده مجلس خبرگان درباره دیدار نکردن اعضای این مجلس با علی خامنه ای به روزنامه همدلی گفت از آنجایی که رهبری درباره موضوعات مختلف صحبت می کنند دیگر جایز ندانستند الان صحبتی داشته باشند و این دیدار برای راحتی و وقت ایشان انجام نشد. در حالی است که تا پیش از این بعد از برگزاری هر دور از اجلاس خبرگان اعضای مجلس با خامنه ای دیدار می کردند. با توجه به شفاف نبودن اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمانی علی خامنه ای تا کنون بارها شایعاتی درباره وخامت اوضاع جسمانی او و حتی مرگش منتشر شده، اما هیچ رسانه و سازمان مستقلی قادر به تایید اطلاعات در این زمینه نبوده است. خامنه ای 83 ساله است و بر اساس برخی گزارش های غیر رسمی به سرطان پروستات مبتلا است. خبرگزاری میزان امروز چهارشنبه 23 شهریور ماه به انتشار جزئیات بیشتری درباره پرونده زهرا صدیقی همدانی مشهور به ساره از فعالان جامعه کویر که به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده پرداخته است. در گزارش تازه‌ای که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده آمده است که علاوه بر زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار دو عضو جامعه LGBTQ که در شهریور 1401 توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند، دو تن دیگر هم در این پرونده با اتهامات مشابه محکوم به اعدام هستند. اتهامات این چهار تن افساد فی‌الارض از طریق اشاعه گسترده فحشا و تشکیل سازمان یافته فروش دختران ایرانی عنوان شده است. بر اساس ادعای خبرگزاری قوه قضاییه، سهیلا مرتضایی نفر اول تشکیل شبکه هدایت و پشتیبانی باند سازمان یافته فساد است که در پوشش فعالیت در سالن آرایش زنانه 50% مبلغ دریافتی در نتیجه خرید و فروش این دختران را به عنوان دستمزد نگهداری از آنها دریافت می‌کرده است. علیرضا فرجاد کیا هم متهم ردیف چهارم پرونده معرفی شده است. اتهام او هم تشکیل شبکه فساد و فحشا، اقفال دختران ایرانی از سراسر کشور و سوء استفاده از آنها عنوان شده است. عکس فردی به نام رضا سالاروند که گفته می شود رئیس یک تیم هکری وابسته به سپاه پاسداران ایران است توسط اکانت تویتری افشا شد. گروه لب دوختگان سال گذشته طرحی از چهره سالاروند
منتشر کرده بود که انتشار عکس نامبرده صحت پیشبینی این گروه را اثبات کرده است. تالاروند رئیس تیم اطلاعاتی 13 از مجموعه های گروه شهید کاب معرفی شده که تحت مدیریت امیر لشکریان فعالیت می کند. تیم اطلاعاتی 13 تهیه بانک اطلاعاتی از کشتی های باری، پمپ بنزین ها و مرکز کنترل تبادلات دریایی در آمریکا و سایر نقاط جهان را با هدف حمله سایبری بر عهده دارد. لشکریان استادیار دانشگاه امام حسین بوده و مقالاتی در وبسایت این دانشگاه به نام او ثبت شده است. کالی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که در ایران زندانی بوده، به نام حمید رضا لشکریان با نام مستعار ابراهیم قاضی زاده به عنوان مسئول پرونده خود اشاره کرده بود و گفته بود که وی مردی متأهل بوده که به او پیشنهاد رابطه عاشقانه داده بود. در حالی که سکوت هنرمندان ایرانی حاضر در جشنواره سینمای ونیز درباره همکاران دربندشان در ایران انتقادهای شدید را برانگیخته، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از این سکوت تمجید کرده و همزمان خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر سینماگران معترض را تهدید کرده است. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در یادداشتی با عکسی از هومن سیدی، لیلا حاتمی و محسن تنابنده نوشت که زیرکی و هوشیاری برخی از هنرمندان کشورمان موجب شکست پروژه های سیاسی در جشنواره ونیز شد. مراسم اختتامیه 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز شامگاه شنبه هفته جاری برگزار شد و در بخش مسابقه فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی جایزه ویژه داوران جشنواره را از آن خود کرد. آقای پناهی اکنون در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 6 سال زندان است که به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده است. مسئولان جشنواره ونیز به نشانه همبستگی به آقای پناهی یک صندلی خالی به او اختصاص دادند. اما در ایران خبرگزاری رسمی ایرنا بعد از برگزاری جشنواره ونیز در تهدیدی ضمنی خطاب به سینماگران ایرانی نوشت برخی فیلم های ایرانی که در داخل ایران مجوز نمی گیرند و تمام تلاش خود را انجام می دهند که در جشنواره های خارجی نمایش داده شوند، بدانند که آنها دلسوز نیستند و با این کار فقط کلاف نمایش فیلمشان در داخل کشور سردرگم تر می شود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان می شود. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. هالووین امسال با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر با قیمت استثنایی 1890 دلار. تلفن 818-758-2626 amirytravel.com. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. با ریسیورهای خود کلنجار نروید.
جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. آیا از دردهای استخوانی رنج میبرید؟ کمپانی مانترا مورد تاییدیه کمپانی‌های بزرگ بیمه، لوازم طبی همچون زانوبند، موچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، والکر، اسا و صدها لوازم دیگر را برای شما فراهم می‌نماید. برای به دست آوردن لوازم مورد نیاز خود تحت پوشش بیمه، تاییدیه پزشک متخصص و دلیوری رایگان با مانترا مدیکال سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید نظرمان را در مورد آخرین پاسخ ایران داده‌ایم. پرایس با اعلام این مطلب در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه نظر دولت بایدن را تکرار کرد و گفت پاسخ ایران گامی به عقب بود، اما هنوز برای نهایی کردن مذاکرات دیر نشده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تا زمانی که بازگشت متقابل به برجام امنیت ملی ایالات متحده را تضمین کند، دولت بایدن احیای توافق 7 سال پیش را پیگیری خواهد کرد. قرار است که چهارشنبه شماری از اعضای دولت بایدن کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را در جریان تازه ترین ها در روند مذاکرات بگذارد. رابط مالی، نماینده ویژه در امور ایران، یکی از این افراد است. پرایس جزئیاتی از اینکه چه مطالبی با اعضای آن کمیته در میان گذاشته خواهد شد نداد و صرفا گفت که دولت می‌خواهد اعضای کنگره هم در جریان باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد که از ابتدا دولت بایدن می‌دانست که مذاکرات به طور قطع به توافق منجر نخواهد شد و آخرین پاسخ ایران آن را ثابت کرد. پرایس اضافه کرد با توجه به اینکه احتمال شکست مذاکرات هم وجود داشت، ما دست از برنامه ریزی برای گزینه دیگر بر نداشتیم. دولت بایدن میگوید تنها دلیلی که میتواند باعث شکست مذاکرات شود، نخواستن یا نتوانستن ایران به تبعیت دوباره دو طرف از برجام است. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم امروز در لندن برگزار شد و جنازه او به مدت 4 روز برای وداع در کلیسای وست‌منستر باقی خواهد ماند. صفی حدود 8 کیلومتری برای مراسم تشییع جنازه او تشکیل شده بود. مراسم خاک سپاری ملکه الیزابت روز دوشنبه 28 شهریور ماه با حضور مقامات بریتانیا، بستران و مقامات کشورهای خارجی در کلیسای وست‌منستر لندن برگزار خواهد شد. در روزهای اخیر به دنبال درگذشت ملکه الیزابت دوم و آغاز پادشاهی چارلز سوم، چندین تن در بریتانیا به دلیل اعتراض بازداشت شدند. فعالان آزادی بیان میگویند که دستگیری معترضان در بریتانیا بعد از درگذشت ملکه الیزابت دوم عمیقا نگران کننده است. طبق قانون هر کس در بریتانیا حق دارد که اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشد. حق آزادی بیان و آزادی تجمع در قانون مصوبه پارلمان بریتانیا در سال 1998 گنجانده شدند، اما این حقوق محدودیت هایی دارند. قوانین مصوبه دیگری به پلیس بریتانیا اجازه می دهد که آزادی ها را در مواقع ضروری و متناسب محدود کند، به ویژه در مواردی که برای محافظت از امنیت ملی و امنیت عمومی یا جلوگیری از بی‌نظمی یا جنایت ضروری است. پلیس اسکاتلند در روزهای اخیر 2 تن را دستگیر کرده و 1 مرد در آکسفورد بازداشت و سپس آزاد شده است. این دستگیری ها در رویدادهایی انجام شده که به مناسبت مرگ ملکه و اعلام پادشاهی چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا، برگزار شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید تقریبا مطمئن است که روسیه از ایران و کره شمالی سلاح میگیرد. فرماندهی ارتباطات استراتژیک ارتش اوکراین روز گذشته در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی را منتشر کرد و گفت به احتمال زیاد بقایای یک پهپاد ساخت ایران است که در اوکراین ساخته شده است.
ارتش اوکراین همچنین گفت این اولین بار است که با پهپاد ساخت ایران در میدان نبرد با روسیه روبرو شده و آن را قبل از انجام مأموریتش در حوالی کوپیانسک سرنگون کرده است. تهران و مسکو تا کنون در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. در حالی که آمار قربانیان درگیری‌های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان افزایش یافته، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان این دو کشور هم بیشتر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است که با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در این باره گفتگو کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز چهارشنبه از افزایش تعداد سربازان کشته شده این کشور به 105 تن خبر داد. همزمان آذربایجان هم به ارمنستان پیشنهاد داد تا اجساد 100 سرباز ارمنستانی کشته شده در درگیری‌های روزهای اخیر را تحویل بدهد. در حالی که پیشتر اعلام شده بود که 49 نظامی ارمنستان در این جنگ کشته شدند. جنگ کنونی خونین ترین درگیری‌های دو سال اخیر آذربایجان و ارمنستان دو جمهوری استقلال یافته از شوروی سابق به شمار می رود. برای دومین بار در یک ماه گذشته گروهی از سپرده‌گذاران لبنانی که دست کم یکی از آنها زنی مسلح بوده در یکی از بانک‌های مرکز بیروت اقدام به گروگانگیری کردند. به گزارش رویترز این گروگانگیران روز چهارشنبه به بانک بلوم در مرکز بیروت وارد شدند و شماری از مشتریان و کارمندان را به گروگان گرفتند. در میان این افراد یک زن لبنانی مسلح مسئولان بانک را تهدید کرد که اگر پولهایشان را در بانک آزاد نکنند خودکشی خواهد کرد. او گفت به پول خود نیاز دارد تا خواهر مریضش را درمان کند. بانک مرکزی لبنان میگوید که پول کافی برای بازگرداندن سپرده های مردم ندارد. بر اساس گزارش بانک جهانی از سال 2019 لبنان یکی از بدترین بحران های اجتماعی اقتصادی خود را از سال 1850 تا کنون تجربه می کند. پول ملی این کشور بیش از 90% ارزش خود را از دست داده و حدود 80% از مردم در فقر فرو رفتند. برندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مونیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. با زبان گیاهان آشنا شوید. 1001 پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات گیاهی. خلاصه ای از 50 سال تحصیل و تجربه با زبانی ساده در دادن دریایی از اطلاعات مفید از کاشت تا برداشت گیاهان مختلف، فصول چهارگانه و کارهای مهم آن.
عکس‌های آموزنده از آفات و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی و مشکلات ناشی از شرایط جوی نوشته دکتر مجید جهانبین، کتابی مفید برای شناخت و حل مشکل‌های باغ و باغچه شما. دانستنی‌های اصولی برای کار کمتر، برداشتی بیشتر. برای داشتن آگاهی‌های بیشتر با majid@paradisenursery.com و یا با شماره تلفن 818-999-4848 تماس بگیرید. خبرها رو دنبال می‌کنیم. ارنه پاپاس، بانوی نقش‌آفرین سینمای یونان و ابرستاره فیلم‌هایی چون محمد پیامبر اسلام، زد، زوربای یونانی و توپای ناوارون، روز چهارشنبه در سن 96 سالگی چشم از جهان فروب است. او در فیلم محمد پیامبر اسلام نقش هند جگرخوار را بازی کرد. خبر درگذشت این هنرپیشه محبوب توسط سخنگوی وزارت فرهنگ یونان تایید شد، اما دلیل مرگ او اعلام نشد. در سال 2018 میلادی گفته شده بود که خانم پاپاس از 5 سال قبل از آن گرفتار بیماری آلزایمر یا فراموشی بوده است. اسکلت فسیل شده یک دایناسور 150 میلیون ساله ماه آینده در پاریس به حراج گذاشته می شود. به گزارش CNN این فسیل به نام زفیر که از کلمه یونانی زفیروس به معنای باد غربی گرفته شده به دوره ژوراسیک پسین باز می گردد. قیمت فروش این فسیل بین 400 تا 500 هزار یورو تخمین زده شده است. به گفته یاکوبو بریانو، کارشناس دیرینه‌شناسی که مسئولیت حراج این فسیل را بر عهده دارد، کارکنان این اسکلت باستانی را در سال 2019 به طور تصادفی هنگام جاده سازی در یک ملک خصوصی در شهرستان موفات ایالت کلرادوی آمریکا کشف کردند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم. وکیلی کارکشته و کاربلد برای رسیدگی و دریافت حق خود از مراجع قانونی هستید؟ پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20 هزار پرونده قانونی با موفقیت 99% و دریافت بیش از 500 میلیون دلار خسارت، تضمین موفقیت شما در پرونده شماست. پیام شایانی به همراه 50 وکیل کارکشته و کادر دفتری موفق راه را برای شما برای گرفتن حقتان هموار خواهد کرده. همین امروز با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بیشترین خسارت را دریافت کنید. دریافت بالاترین خسارت در کیس‌های تصادفات اتفاقی روزمره در دفاتر ماست. دفاتر ما لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-777-777. تصادفات.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GL ویز با نصب سیستم های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GL ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
همین امروز جیلویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیلویز همیشه و همه جا. از این پس دارندگان جیلویز هیچ فیلم و سریال فارسی و یا دوبله به فارسی را از دست نخواهند داد. شما می توانید 90% بروزترین فیلم ها و سریال های دلخواهتان را در قسمت فیلم و سریال جیلویز پیدا کرده و تماشا کنید. اگر برنامه دلخواهتان را در این قسمت پیدا نمی کنید، می توانید با مراجعه به ژانر فیلم و سریال برنامه مورد نظرتان را بر روی ده ها کانال تلویزیونی به صورت زنده تماشا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیلویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. جیلویز با کمتر از $1,000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های جیلویز بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جیلویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر ده ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جیلویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جیلویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.